سلام، جلسه قبل ما مقدمات فرایندهای لوی رو گفتیم، تعریف فرایند لوی و ویژگی‌های مقدماتیش و مثال‌های اصلیش. در این جلسه من اول قصد دارم یک چشم‌اندازی نسبت به چند جلسه آینده بدم که ما در واقع حسابان ملیوان رو برای فرایندهای لوی به چه صورت در واقع قصد داریم ارائه کنیم. در واقع میشه گفت تقریبا به همون ترتیبی که مفاهیم رو ما برای حسابان ملیوان عادی، یعنی برای حرکت برامی داشتیم، به همون ترتیب هم برای فرایند لوی پیش میریم. فقط بعضی تفاوت‌های در واقع ساختاری وجود داره توی مفاهیم که اونا رو اشاره خواهیم کرد. در واقع بعد از تعریف خود فرایند لوی که در جلسه قبل داشتیم، در ادامه مفهوم اندازه تصادفی پواسون رو خواهیم داشت که این به نوعی در واقع معادل با وایت نویز در حالت براونی، یه جورایی همون نقشی که وایت نویز داشته توی فرآیند لوی اندازه تصادفی پواسون ایفا میکنه که حالا راجبش صحبت خواهیم کرد. بعد از اون انتگرال نسبت به اندازه تصادفی پواسون رو خواهیم داشت که یه جورایی در واقع تعمیم حالا شاید بهتر باشه که اینجوری نذارم چون اینا معادل نیستن، بلکه منظور من هست که این تعمیمی از اون هست یا در واقع جایگزین اون هست در مورد فرایندهای لوی، و من فلش یه طرفه میذارم که این در واقع جایگزین انتگرال توابع دترمینیستیک هستش. حالا نسبت به نوعی فرایند لوی گرفته میشه. بعد انتگرال تصادفی انتگرال ایتو نسبت به فرآیند لوی رو خواهیم داشت. بعد در واقع فرمول ایتو رو خواهیم دید برای فرآیند لوی. بعد در ادامه چیزهای دیگه مثلا قضیه گیرسانوف، قضیه گیرسانو برای فرآیند لوی رو خواهیم داشت. بعد یواش یواش به سمت حسابان ملیوان میریم، انتگرال چندگانه، انتگرال تصادفی چندگانه رو خواهیم داشت، مکرر رو خواهیم داشت و نمایش مارتینگلی، یعنی که چه مارتینگل هایی رو میتونیم به شکل انتگرالی نسبت به فرآیند لوی بنویسیم. بعد بست آشوب رو خواهیم داشت، بست آشوب وینر، وینر کیاس اکسپنژن رو میگیم و بعد دیگه عملا وارد حسابان ملیوان میشیم. در ادامه خود عملگر مشتق ملیوان و دیورژانس رو خواهیم داشت و ویژگی های اونا مشابه همین چیزایی که در مورد حرکت براونی داشتیم. به طور خاص مثلا فرمول کلارک اوکان رو باز خواهیم داشت و حالا این
این در واقع ترتیب کلی هست که الان قراره طی بکنیم. الان اینجا هستیم در این جلسه عرض تصادفی پوآسون رو در واقع مفهومش رو و تعریفش رو ارائه میکنیم. خب حالا یک مقدمه کوتاه راجع به خود عرض تصادفی پوآسون بگیم. خب برای اینکه در واقع بفهمیم مثلا اندازه تصادفی پوآسون چی هست و چرا باید بریم سراغش، در واقع از جهش های فرایند لوی شروع میکنیم. فرایند یک حالت خاصی از فرایند لوی فرایند پوآسون مرکب بودن. در واقع اگر خاطرتون باشه از قضیه لوی خینچین، چیزی که با میگفت این بود که فرایند لوی در واقع میشه گفت سه جزء دارن: یه قسمت دریفت یا رانش خطی، یه قسمت براونی و یه قسمت پوآسون مرکب. الان اون قسمت پوآسون مرکب برای ما مهمه. اون قسمت پوآسون مرکب در واقع قسمت جهشدار فرایند لوی رو به ما نشون میده. وقتی شما فرایند پوآسون مرکب داریم، این در واقع یک هر سمپلش، هر مسیر نمونه ایش یک تابع پله ای هست. اولش صفره، تا یه زمانی صفره، بعد یه جهش میکنه تصادفی با یه مقدار تصادفی، تا یه زمانی دوباره ثابت میمونه، بعد دوباره یه جهش میکنه با یه مقدار تصادفی، تا یه مدتی ثابت میمونه، بعد دوباره یه جهش میکنه، بعد دوباره یه جهش میکنه و همینطور داخل. این یه فرآیند پوآسون مرکب. اون چیزی که این فرآیند رو به طور کامل مسیرش رو برای ما توصیف میکنه چیه؟ زمان و مقدار جهش ها. اولا یه نمادی که به کار میبریم، اگه این فرآیند مثلا LT باشه، چون فرآیندمون از راست پیوسته هستن و از چپ داره حد، مقدار جهش رو، این در واقع مقدار جهش L در زمان T گفته میشه. این گفته میشه در واقع اینطوری اندازه گیری میشه که LT منهای LT منفی. که منظور ما از LT منفی چیه؟ حد چپ LT در T. یعنی چی؟ یعنی لیمیت LS وقتی که S از سمت چپ به تیم L بکنه. اینجا لازم نیست تی مثبت بذاریم، به خاطر اینکه ال خود به خود از راست پیوسته است و ال تی مثبت همون ال تی هست. پس این نمادی که ما برای جهش ها استفاده میکنیم. ببینید یه فرآیند پوآسون مرکب توسط جهش هاش مشخص میشه و جهش ها چه اطلاعاتی ازشون مهمه؟ زمان جهش ها و مقدار جهش ها. این دوتا چیز در واقع دوتا جزء مهم در مورد جهش ها هست. و یه راه بهینه‌ای، در واقع یه راه مناسبی برای در واقع نشون دادن این زمان و مقدار به صورت توأم وجود داره. اون هم این هست که شما در واقع در یک دستگاه مختصات دیگه ای در هر زمانی که اون فرایند اصلیتون یک جهش داره، در اون زمان مقدار جهش رو بالا سر اون زمان در واقع بیایید نشون بدید. یعنی چی؟ یعنی مثلا اینجا یه جهشی به این اندازه داشته، از اون نقطه رو بیایم علامت بزنیم. بعد تا اینجا ثابت بوده، اینجا یه جهشی به این اندازه داشته در جهت منفی. پس در واقع مستقل از جهش قبلی، ما در این زمان میایم مقدار اون جهش رو اینجا علامت میزنیم. دوباره جهش دیگه منفی اینجا داشته، اینجا علامتش میزنیم. یه جهش مثبت اینجا داشته، اینجا علامتش میزنیم و همینطور الی آخر. به همچین فرایندی میرسیم که تشکیل شده از یه تعدادی نقطه توی در واقع صفحه. این همچین موجوداتی رو بهشون میگن فرایندهای نقطه. یعنی وقتی که یه موجود تصادفی دارین که اجتماعی از یه سری نقطه است.
و به هر کدوم از اینها تشکیل شده از یه دونه T که زمان جهش هست و یک دلتا LT. ببینید دلتا LT جاهایی که L پیوسته است خب صفره، بنابراین اون جاهایی که ناصفر هست رو ما فقط در نظر میگیم. خب حالا سوال این هست که این طور در نظر گرفتن جهش ها چه سودی داره؟ ببینید یکی از ویژگی های مهم فرآیند لوی که تو تعریفش هم بود، مثلا خاصیت نموهای مستقلش هست. این در مورد جهش های فرآیند لوی چه اطلاعاتی به ما میده؟ نتیجه که میده اینه که مقدار جهش ها مستقل از همه و مستقل از در واقع زمانیه که اون جهش توش رخ میده. حالا ببینید، پس ما تونستیم یه فرایند پواسون مرکب رو متناظر کنیم با یه سری نقطه های تصادفی توی صفحه T و X که T زمانه، X هم مقدار جهش هاست. خب به همچین موجودی در واقع بهش میگن یه فرایند نقطه ای تصادفی، فرایند تصادفی نقطه ای. در واقع معمولا دیگه تصادفیش رو هم نمیگن، فرایند نقطه ای در واقع. خب یعنی مجموعی از نقاط تصادفی. و اینجا اگه دقت کنین، چون تی ما در واقع توی آر مثبت هست و دلتا ال ما تو آر هست، یه فرایند تصادفی نقطه ای در آر مثبت ضرب در آر در واقع اینجا ما داریم. پس منظور از فرایند تصادفی نقطه ای یعنی مجموعه ای از نقاط تصادفی. خب البته خیلی وقتا با یک نوتیشن دیگه ای فرایند تصادفی نقطه ای رو در واقع چیز میکنن، نمادگذاری میکنن. دلیلی که وجود داره اینه که این مجموعه نقاط میتونه خیلی مجموعه نقاط پیچیده‌ای باشه، مثلا میتونه تعدادش توی یک ناحیه محدود نامتناهی باشه. خب و در نتیجه ممکنه اصلا مثلا شماره گذاری ساده از این نقاط وجود نداشته باشه. شما به این نقطه 1، نقطه 2، نقطه 3، نقطه 4، اگه تعداد نقاط خیلی زیاد باشه شاید همچین چیزی عملی نباشه. شماره گذاری طبیعی از نقاط فرایند نقطه‌ای ممکنه وجود نداشته باشه. به همین دلیل یه روش جایگزینی برای نمادگذاری این فرآیندها وجود داره. یعنی به جای اینکه ما مجموعه ای از نقاط تصادفی بگیریم یه فرآیند نقطه‌ای رو، بیایم بگیریم یک تابع N مثلا که به هر زیر مجموعه از R مثبت ضرب در R تعداد نقاط درون آن را نسبت می دهد. مثلا اگه من مثلا این نقطه، این در واقع مجموعه رو مشخص بکنم با عنوان زیر مجموعه از R مثبت ضرب در R، مثلا فرض کنیم مجموعه هم اسمش باشه A، در صورت N A میشه 3 مثلا. خب اگه مثلا این مجموعه رو مشخص بکنم با عنوان مجموعه B، N B میشه 2 و همینطور الاخر. خب خیلی واضحه که اینا با هم معادلن، یعنی شما با داشتن این تابعه میتونید به مجموع نقاط برسید، با داشتن مجموع نقاط میتونید به تابعه برسید. این تابعه از نظر ریاضی کار کردن باهاش گاهی ساده تره، برای همین در واقع فقط دقت کنید که این تابعه در واقع خودش تابعه تصادفیه.
و بهتره به جای اینکه بگیم یک تابع تصادفی، بگیم یک اندازه تصادفی. این در واقع یک اندازه تصادفی است. چرا؟ کلن هر موقع شما تعداد یه چیزی رو بشمارید تو زیر مجموعه مختلف، اون یک اندازه تصادفی در واقع عضوهای اندازه به شما میده. چرا؟ چون اندازه تعریفش چیه؟ اندازه یعنی شما به هر مجموعه عدد نسبت بدین. خب اینجا ما داریم همین کار رو میکنیم. به نحوی که اگر دوتا مجموعه مجزا بودن، مثلا این دوتا مجموعه A1 و A2، N A1 اجتماع A2 بشه N A1 به علاوه N A2. اگر A1 اشتراک A2 تهی بود، یعنی مجزا بودن، N A1 اجتماع A2 بشه N A1 به علاوه N A2. و البته برای نامتناهی تا هم در واقع باید همچین چیزی برقرار باشه. اگه 2 به 2 مجزا باشن، اون وقت N A1 اجتماع A2 اجتماع 3 نقطه، این باید بشه N A1 به علاوه N A2 به علاوه N A3 داخل. خب N که ما اینجوری تعریف کردیم که هست تعداد نقاطی از فرآیند نقطه‌ای که میفته توی مجموع، به وضوح این خاصیت داره، تعداد رو داریم میشماریم دیگه، بنابراین خاصیت جمعی رو داره. پس واقعا یک اندازه میشه. و چرا بهش میگیم تصادفی؟ به خاطر اینکه خب واقعا تصادفیه، برای اینکه شما هر در واقع سیمولیشنی که ران کنید یه مجموع نقاط جدیدی به شما میده، و مجموع نقاط جدید یعنی اون تابع انتون یا تابع جدیدی خواهد بود. پس واقعا یه اندازه تصادفی میشه این انه. خب حالا میخواییم بگیم که در واقع یک اندازه تصادفی پواسون میشه. حالا میخواییم بگیم که پواسونه از کجا میاد. نکته که میخواییم بگیم اینجا این هست که نکته برای هر آ زیر مجموعه آر مثبت ضرب در آر، NA یک متغیر تصادفی پواسون است. خب که الان خواهیم گفت پارامترش دقیقا چیه. خب بذاریم به صورت یک گزاره بگیم. دقت کنید ما هنوز درباره فرآیند پواسون مرکب صحبت میکنیم، ولی جلوتر خواهیم دید که برای فرآیند لوی هم کاملا مشابه این برقرار گذاره. خب در واقع گام های اثبات این گذاره به این شکل هست. اولا شما بر مجموعه های ساده اینو ثابت میکنید. اثبات فرض کنید مثلا آی شما به شکل آ زیر مجموعه از آر مثبت ضرب در آر هست دیگه، این مثلا تی پارامترش، این هم ایکسه. فرض کنید آی شما به شکل مثلا یه بازه تی او اس ضرب در یه مجموعه بی باشه. خب در صورت این معنای N TOS ضرب در B چیه؟ این معناش تعداد جهش هایی در بازه TOS که مقدار آنها، که مقدار جهش ها در مجموعه B است. این در واقع مفهوم این عبارت این طرف هست. خب حالا بیایم بررسی کنیم که چرا خود همین یک متغیر تصادفی پواسونه. این که این چرا یک متغیر تصادفی پواسونه، ببینیم خود اینو که ما میدونیم N T و S بدون B، این خب میشه تعداد جهش ها، جهش های فرایند پواسون مرکب. اما جهش های فرآیند پواسون مرکب اون از جهش های فرآیند پواسون ساده میاد. در بازه تیوس. ما می‌دونیم فرآیند پواسون ساده در هر بازه تا جهش هاش یک متغیر تصادفی پواسونه.
متغیر تصادفی پواسون با در واقع پارامتر لاندا در SMN هایتی، لاندا در طول باده. حالا وقتی این بیه بیاد چه اتفاقی میفته؟ در این صورت ما دیگه تو بازه تی تا اس فقط اون جهش هایی برایمون مهمه که مقدار جهش با علامت توی مجموعه خاص بی بوده باشه. حالا نکته اینجاست، هر جهش به یه احتمالی، به احتمال فرض کنید توزیع جهش ها میو باشه، پس به احتمال میو بی چه اتفاق میفته و مستقل از سایر جهش ها چی میشه؟ در بی میافتد. اینجا یک خاصیت مقدماتی فرآیند پواسون رو ما ازش استفاده میکنیم که بهش میگن افراز فرآیند پواسون. اگه شما یه فرآیند پواسون داشته باشین، فرآیند پواسون عادی، هر نقطه ایش رو مثلا به احتمال پی بیاین قرمز کنید، به احتمال یک منهای پی آبی کنید، اون وقت خود اون نقاط قرمز و خود اون نقاط آبی هر کدوم جداگونه یه فرآیند پواسون جدید میشن. یعنی ما یه جور فرآیند پواسونی با نرخ لاندا رو افراز کردیم به دو تا فرآیند پواسون که نرخ اونا میشه لاندا پی و لاندا در یک منهای پی. خیلی طبیعی و کاملا منتظر است همچین گزاره. و اگر اون ویژگی فرآیند پواسون اینجا به کار بریم، ما الان یه فرآیند پواسون داریم که مجموع همه جهش هاست، بعد میگیم هر جهش هم به این احتمال توی بی میفته مقدارش، بنابراین پس خود جهش هایی که تو بی میفتن یه فرآیند پواسون میشه با نرخ لاندا ضرب در میو بی. پس توی بازه به طول تی منهای اس تعدادش بنابراین پس به دلیل خاصیت افراز، یاد روش میگن تیمینگ بنابراین توی کتاب انگلیسی، فرآیند پواسون جهش هایی که مقدار آنها در بی است چی میشن؟ یک زیر فرایند پواسون با نرخ در واقع لاندا میو بی تشکیل میدهن. پس حالا توی بازه به طول SMN های T تعدادشون میشه متغیر پواسون بنابراین N T و S ضرب در B میشه متغیر پواسون با پارامتر لاندا میو B در SMN های T. حالا این نکته اول بود برای مجموعه های آیی که به شکل خاصی هستن، یعنی به شکل حاصل ضرب یک بازه در یک مجموعه اینوری هستن. این مثلا بازه تیتا استونه، این هم مثلا مجموعه بیتون هست. حالا نکتهش اینه که شما ممکنه تعداد زیادی از مجموعه های این شکلی رو با هم اجتماع بگیری. نکته دوم اینجا اینه که اگر دو تا از این مجموعه از هم جدا باشن، این در واقع چی میشه؟ اینا از هم مستقل میشن. پس به عنوان یک نکته دیگه، نکته اگر تی و اس ضرب در بی و تی پریم و اس پریم ضرب در بی پریم
مجزا باشند، آنگاه در واقع n این و n این جیان مستقلن. خب دلیل این چیه؟ ببین وقتی شما مثلا دو تا تو شکل توضیح میدن، دو تا مستطیل مجزا دارین، اگه اصلا بازه های زمانی اینا مجزا باشه که خب واضحه تعداد جهش های تو اینها هم باید مجزا باشن. چرا؟ به خاطر اینکه کلا فرایند ما رو بازه های مجزا مستقله، درجه جهشش هم مستقله. حالا اگه نه بازه هاشون با هم اشتراک داشته باشه ولی اون بیاشون از هم مجزا باشن، ها در این صورت چرا اینا مستقل میشن؟ ببینید در این صورت اتفاقی که میفته اینه که درسته اینا روی تیکه زمانهاشون با هم اشتراک داره، ولی رو همین تیکه که زمانها با هم اشتراک داره این جهش های توی یه مجموعه بی پریمیه، این جهش های توی یه مجموعه بیه. همون خاصیت تینینگ به ما میگفت وقتی شما یک فرآیند پوآسون رو افراز میکنید به دو تا فرآیند آبی و قرمز، اون فرآیند آبی و قرمز از هم مستقلن. بنابراین اگرچه این بازه زمانی اشتراک داره ولی چون بی و بی پری مجزان، در واقع آبیا میشن اون جهشایی که تو بی ان، قرمزا میشن اون جهشایی که تو بی پری من، این دوتا از هم مستقلن. بنابراین این استقلاله در این حالت هم در واقع ثابت میشه. و وقتی ما استقلال ثابت کرده باشیم، چون میدونیم جمع فرآیند پوآسون مستقل، متغیرای تصادفی پوآسون مستقل و تصادفی پوآسون مستقل هست، پس حالا هر شکلی به شما بدن، آی که به شما بدن، شما میتونید با این مستطیلا در واقع افرازش بکنید. مستطیلای با سایزهای مختلف در واقع این مجموعه رو میتونید افراز بکنید و در نتیجه این آ رو مینویسید اجتماع در واقع تی آی و اس آی ها ضرب در بی آی ها که اینا چی هن؟ مجزا هن. در اون صورت ان آ چی میشه؟ ان آ میشه سیگما ان اینها و چون اینا پواسون های مستقل هستن، حاصل مجموعشون هم در واقع میشه پواسون. حالا پواسون با چه نرخی میشه؟ وقتی شما دوتا پواسون مستقل رو جمع میزنید، نرخاشون هم با هم جمع میشه، پارامترشون هم با هم جمع میشه. حالا این نرخی که برای مستطیله ما به دست آوردیم این بود. اینو میشه اینجوری تعریف کرد. اینو میشه گفت نوه TOS ضرب در بی. حالا نو چیه؟ نو خودش یک اندازه است. نو رو بهش میگن اندازه در واقع شدت اون فرآیند پوآسون نقطه ای. در واقع میام تعریف میکنیم نو آ مساوی باشه با انتگرال میو دی ایکس دی تی روی آ. یه لاندا هم البته پشت سرش داریم. این چه خاصیتی داره این تعریف؟ اگه حالا شما روی مستطیل، روی همون مستطیل های ساده این نور رو بخواید حساب کنید، خب این لاندا که میاد بیرون، این دوتا انتگرال هم چون حاصل ضرب میشه ضرب دوتا انتگرال، این انتگرال دی تی روی تی منهای اس که میده همون اس منهای تی، یه دونه انتگرال میو روی بیه که میده همون میو بی. و این دقیقا چیه؟ این دقیقا همون نرخی هست که ما برای در واقع این متغیر پوآسون به دست آوردیم. وقتی به این شکل می نویسیم، یعنی حالا دقت کنید این نوعه یک اندازه از خودش، ولی اندازه تصادفی نیست، یک اندازه عادیه، یک اندازه دترمینیستیکه. خوبی اندازه اینه که رو مجموعه مجزا جمع میشه. در نتیجه وقتی که روی این مجموعه مجزا جمعش بزنیم، چون پارامتر هر کدوم از اینها، هر کدوم از این n ها یک در واقع چیزی به این شکل هست، وقتی جمعشون میزنیم پارامترش هم جمع میشه چون مستقلن و چون مجر خودش یعنی اندازه نو خودش جمعیه، حاصلش میشه یک پوآسون با پارامتر نو آ. برای نتیجه کلی بحثی که الان کردیم اینه که برای هر آ زیر مجموعه در واقع آر مثبت ضرب در آر
Na یک متغیر پوآسون با پارامتر نوع A است. خب و حالا اگر یادتون بیاد از البته آره اینجا نوتیشنی که کتاب به کار برده به این شکل نیست. ما دفعه قبل خود این رو تعریف کرده بودیم نوع dx، بنابراین حالا بهتره که اینو این شکلی بنویسیم، بگیم که شکلی بگیم، در واقع بگیم که برای مجموعه های مستطیلی هستن، یعنی N T O S ضرب در B، این متغیر پوآسون با پارامتر S من های T ضرب در نوع B است. خب و حالا اگر که حالا این برای هر رو پس ما از اینجا فعلا پاک کنیم، این مثلا قسمت الف. حالا قسمت ب برای هر آ زیر مجموعه آر مثبت ضرب در آر چه اتفاق میفته؟ در واقع ان آ متغیر پوآسون با پارامتر انتگرال نوع dx dt روی A است. یعنی شما رو مجموعه A هر چقدر پیچیده باید از این انتگرال بگیرین که این انتگرال دوگانه است. انتگرال نسبت به x نسبت به t، مجرش نسبت به t لبگه عادیه، مجرش نسبت به x هم همون نوعه. اینو می‌خواستم بگم که ما در جلسه قبل دیدیم نوعی که به این شکل تعریف میشه بهش چی میگفتیم برای فرآیند پوآسون مرکب؟ بهش میگفتیم همون اندازه لوی. یعنی اینجا اندازه لوی به صورت طبیعی در واقع ظاهر میشه به عنوان نرخ اون فرآیند پوآسونی که داره جهش های فرآیند لوی اصلیمون رو میشماره. حالا با این مقدمه میتونیم در واقع بخش 9.2 کتاب رو بخونیم که درباره اندازه تصادفی پوآسون هست. در حالت کلی اندازه تصادفی پوآسون لزوم نداره روی مثلا آر مثبت ضرب در آر یا اصلا هیچ فضای اقلیدوسی باشه، میتونه روی یک فضای اندازه دلخواه باشه. میگه فرض کنید زد رو یک فضای اندازه پذیر باشه با سیگما میدان زد و اندازه ام که روش قرار داره. زد در واقع سیگما میدان بورل اون زد معمولی هست و ام هم یک مجره بدون اتم. بدون اتم بودن برای تعریف اندازه تصادفی پوآسون خب خیلی مهم هستش. بله میگه که حالا این مجره هم به طور کلی میتونه بی نهایت باشه، همونطوری که اندازه لوی اگه اتم باشه میتونست بی نهایت باشه در مورد اندازه های با فعالیت بی نهایت. حالا وقتی میگیم یک اندازه تصادفی پوآسون منظورمون با شدت M این یه جوره همون نرخ قرار باشه، منظور همون فرایند نقطه M هست که اینجا به شکل شمارشی نشونش میده. یعنی M هست خانواده MA ها که A یک عضوی از زد M. یعنی چی؟ یعنی اینکه برای هر مجموعه آی که Mش متناهی هست شما میای تعداد نقاطی از فرآیند نقطه‌ایتون که تو آ افتاده رو میشماری. که اینا این خاصیت رو داره که اولا میجره به عنوان تابعی از آ، یعنی اینکه اگر آ یک تا آن مجزا باشن در واقع ام اجتماعشون میشه در واقع مجموع ام هاشون. حالا
ویژگی احتمالاتیش چیه؟ اولا هر ام آ خودش یک متغیر تصادفی پواسونه با پارامتر ام آ، که ام آ دیگه ام کوچیک یک مجر دترمینیستیکه، ام آ برای یک عدده. و ویژگی احتمالاتی دوم اینه که اگر آیکتاهاین مجزا باشن، تعداد نقطه هایی از فرایندم که توی اونها میفته از هم مستقله. این هم انتظار طبیعی بود که ما در مورد فرایند پواسون مرکب اصلا تقریبا ثابتش کردیم. حالا اینجا یه مفهومی تعریف کرده که بعدا میفهمیم فلسفه چیه، در واقع اندازه تصادفی پواسون خونسا شده. این به این صورت تعریف میشه با ام حت نشونش میده که برای هر مجموعه تعداد نقاطی که توش افتادن و منهای متوسط تعداد نقاطی که توش میافتن میکنه، یعنی منهای عمق ریاضی تعداد نقاطی که توش میافتن، که عمق ریاضی تعداد نقاطی که توش میافتن در واقع ام کوچیک آه. چرا؟ چون ام بزرگ آ یه متغیر پواسون با پارامتر ام کوچیک آ بود، اما امید متغیر پواسون همون لانداش میشه، همون پارامترش میشه، پس امید ام آ در واقع ام کوچیک آ هست. بله، تو این قضیه در واقع میاد ثابت میکنه که اصولا اندازه تصادفی پواسون وجود داره. ببینید ما توی فرآیند تصادفی، تو موضوع فرآیند تصادفی، وقتی یک فرآیندی رو ویژگیاشو بیان میکنیم، این به تنهایی کافی نیست برای اینکه اصلا اون وجود داشته باشه، چون وجود یک فرآیند به معنی وجود یک اندازه احتمالی توی یک فضای احتمالیه و یه متغیر تصادفی روی اون فضای احتمال که فرآیند رو تعریف میکنه. بنابراین یه قسمت نوبدی کار همیشه اثبات وجود خود اون فرآیندیه که اون ویژگی رو باید داشته باشه. اینجا ثابت میکنه که در واقع همچین فرآیندی وجود داره و علاوه بر اون این اندازه تصادفی پواسون به شکل مجموعه دلتا دیراک تو نقطه XJ که XJ ها چیان؟ XJ ها نقاط تصادفی هستن. این دقیقا داره ارتباط بین اون تعریف اندازه‌ای برای فرنقطه‌ای و تعریف خود مجموعه تصادفی برای فرنقطه‌ای رو داره ارتباطشون رو مشخص میکنه. حالا اثبات این سخت نیست، ولی حالا ما نمیخوایم وارد جزئیات بشیم. در واقع این رو میپذیریم، این وجود اندازه تصادفی پواسون رو. این نکته رو من اشاره کنم اینجا که حالتی که نوع آ در واقع بی نهایت بشه برای مجموعه آ، از نظر جهش های اون فرآیند پواسون به چه معناه؟ ببینید وقتی که نوع آ بی نهایت میشه، مثلا فرض کنید نوع مثلا بازه 0 و 1 نوع اندازه لویه، نوع بازه 0 بی نهایت میشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه نرخ جهش های در بازه 0 و 1 بی نهایته. خب نوع نرخ جهش های توی اون مجموعه بود دیگه، وقتی مجموعه تو بازه 0 و 1، یعنی نرخ جهش هایی که تو بازه 0 و 1 هم بی نهایته. یعنی چی؟ یعنی اینکه جهش های کوچیکتر از یک تو هر بازه به تعداد بی نهایت تا رخ میده. یعنی همونطوری گفتیم در واقع این مثلا مسیر فرایند اونقدر جهشاش در واقع چگال هستن که نمیشه رسمش کرد راحت. این در هر نقطه در واقع در هر بازه بی نهایت تا جهش داره، در واقع نقاط ناپیوستگی یا نقاط جهشش مجموعه چگال هست. حالا اگه ما بیایم فرایند نقطه‌ای جهش ها رو از روی این رسم بکنیم، به چه چیزی برمیخوریم؟ در واقع یا همچین چیزی ایجاد خواهد شد. وقتی فرنقطه جهش ها رو میخواییم رسم بکنیم، جهش های بزرگ خب با یک نرخ محدودی رخ میدن در یک نقاط با فاصله. هرچی جهش ها کوچیکتر میشه، نرخ رخدادشون بیشتر میشه، سریعتر رخ میدن. یعنی در واقع هرچی شما نزدیکتر میشید به x مساوی 0 از هر دو طرف، جهش ها بیشتر و بیشتر میشن، به نحوی که توی مجموعه ای که شامل یه قسمتی از x مساوی 0 هست بی نهایت تا
از این نقطه ها میفته. ولی وقتی دور میشید به معنی اینکه فاصله میگیرید از x مساوی 0، این جهش ها در نقاط گسسته و فاصله داری در واقع رخ میدن و این شکل حالتی میشه که در واقع نوع شما توی بازه بی نهایته، یا به عبارت دیگه اینا گفتیم میشن فرآیندهای لوی با فعالیت بی نهایت. به دلیل این نکته است که تو تعریف اندازه تصادفی پوآسون در واقع اون فرض مجموعه هایی که امشون متناهی هست اضافه شد. خیلی خوب، حالا اگر خاطرتون باشه از فرآیند حرکت براونی ما یک فضای کانونی حرکت براونی داشتیم که میگفت که فارغ از اینکه فضای احتمال اولیتون چی باشه، شما میتونید حرکت براونی رو روی یک فضای احتمال طبیعی بسازین که تشکیل شده از همه مسیرهای پیوسته. در واقع در مورد فرآیند پوآسون باز این فضای احتمال طبیعی وجود داره و بهش میگن فضای پوآسون، ولی این دفعه به جای اینکه تشکیل شده باشه از یه سری مسیرهای پیوسته، تشکیل شده از یه سری مژر، اندازه‌های صحیح مقدار، اندازه های شمارشی. در واقع مجموع همه اندازه های شمارشی رو در نظر میگیریم. در واقع فرآیند اندازه تصادفی پوآسون یک اندازه روی این فضاست. خب اینا نوع دیگه از نگاه به این فرآیند هست. یه ویژگی که اثباتش خیلی سخت نیست در مورد فرآیند پوآسون نقطه این هست که اگر اندازه امتون بدون اتم باشه، یعنی هیچ تک نقطه ای نباشه که امش مثبت باشه، میشه این رو ثابت کرد که هیچ نقطه‌ای دوباره شمرده نمیشه به زبان ساده. یعنی اینکه هر نقطه احتمال اینکه دو تا از اون نقاط تصادفی دقیقاً بیفتن روی هم، این احتمال در واقع صفر هست. این مثال هم که مثالی که ما عملاً قبلاً گفتیم داره میگه که اندازه جهش‌های یک فرآیند پوآسون خودش یک فرآیند لوی خودش یک فرآیند یک اندازه تصادفی پوآسون هست. خیلی خوب، این از تعریف اصلی فرآیند در واقع اندازه تصادفی پوآسون. تو این فصل میخواد انتگرال نسبت به اندازه تصادفی پوآسون رو بگیم، منتها اینجا هنوز فعلا فقط انتگرال از توابع دترمینیستیک رو نسبت به اندازه تصادفی پوآسون میگیم. من این نکته بگم که فهمیدن این موضوع رو خیلی ساده میکنه. ببین وقتی ما یک اندازه تصادفی پوآسون داریم، یعنی یه سری نقطه، این اندازه تصادفی پوآسون رو حالا کتاب با در واقع M نشون میده، M A تعداد نقاط تصادفی درون A. اگه من بیام از این امه یک مجره دیگه، مجره که تشکیل شده باشه از این سری نقاط مجزا از هم، نحوه نمایشش به این صورته، به شکل دلتا دیراکه. اینا اگر این نقاط اگر x1, x2, x3, x4 الاخر باشن، سیگما دلتا xj ها، این در واقع میشه اندازه تصادفی پوآسون ام. چرا دلتا دیراک چیه؟ دلتا دیراک یک مجره که اگه ورودیش شامل اون نقطه باشه یک میشه، نباشه صفر میشه. بنابراین وقتی شما ام آ رو حساب میکنید، اون ایکس جی هایی که توی آ هستن یک میدن، اونایی که نیستن صفر میدن. پس این سیگما میشه مجموع، میشه تعداد اونهایی که درون آ میافتن. و نکته بعدی این که اگه ما از یه تابع اچی انتگرال بگیریم نسبت به این مژر ام چی میشه؟ کلن انتگرال گرفتن نسبت به یک اندازه شمارشی یعنی همون سیگما گرفتن، سیگما اچ همون نقاط ایکس جی. بنابراین تمام بحث انتگرال تصادفی نسبت به فرآیند لوی تو همین فرمول ساده خلاصه میشه. انتگرال نسبت به فرآیند پوآسون مرکب چیزی نیست جز مجموع، جز سیگما. بنابراین خیلی چیز پیچیده ای نیست، بسیار ساده تر از انتگرال نسبت به حرکت براونیه، چون اونجا واقعا یه انتگرال بود.
اما اینجا در واقع واقعا یه سیگماست. اما یه جزئیاتی وجود داره. در حالتی که فرندتون با فعالیت نامتناهیه، یعنی اینکه بی‌نهایت تا نقطه میتونه داشته باشه، اینکه این سیگما آیا همگرا هست و به چه معنا همگرا هست میتونه مسئله باشه دیگه. برای همین اینجا تو این فصل میاد با روش مستقیمی، یعنی بدون توجه به اینکه تعداد نقاط متناهی هست یا نه، سعی میکنه انتگرال مثلا انز تصادفی پوآسون رو تعریف بکنه. سعی میکنه همون روند انتگرال ایتو رو طی بکنه، یعنی اول برای تابع ساده تعریف کنه بعد حد بگیره. وقتی شما تابع ساده دارین، یعنی تابعی که به این شکله، اچتون یه تابع پله‌ایه به نوعی، یعنی روی سری مجموعه آجی برابر با آجی کوچیک هست. انتگرال هم چیزی معلومه چطور باید تعریف بشه دیگه، باید این شکلی تعریف بشه. و حالا ما نیازمند یک چیزی شبیه ایزومتری ایتو هستیم که بتونیم این تعریف رو گسترش بدیم به همه در واقع توابع. اولا دقت کنید که انتگرالی که به این شکل تعریف میشه، اگه توش بذاریم ام هات اچ، امیدش صفره. بله درسته. اینجا نکته‌ای که وجود داره، بله اینجا جاییه که در واقع اون مفهوم compensated پوآسون رندوم میجر یا اندازه تصادفی پوآسون خونسا شده وارد کار میشه. و از اینجا به بعده که ما یواش یواش میتونیم بفهمیم توی اون فرمول لوی-خینچین اون جمله اضافی که کمی نامفهوم بود فلسفهش چیه. اندازه تصادفی پوآسون خونسا شده، فرقش با اندازه تصادفی پوآسون عادی توی یه دونه در واقع همچین چیزیه. یا اگه بخوایم حالا یکم ملموس‌ترین رو بنویسیم، برای هر مجموعه آ، ام هت آ میشه ام آ که متغیر تصادفیه، منهای ام کوچیک آ که عدد ثابته که در واقع امید ریاضی این ام بزرگ آه. و به این دلیل بهش میگن خونسا شده که انگار امید اینو صفر کرده، امیدش رو در واقع خونسا کرده، کامپنسیت کرده. چرا اینجا ما به جای اینکه انتگرال نسبت به خود ام تعریف کنیم میریم سراغ ام هت؟ دلیلش اینه که ام هت ویژگی های محاسباتی بهتری داره. از همه مهمتر همین ایزومتری که اینجا شبیه ایزومتری ایتو هست و ما داریم. این برای ام هت درسته، برای ام درست نیست. یه جورایی وقتی شما امیدش رو ازش کم میکنید مثل مارتینگل میشه و خاصیت خوب مارتینگل ها رو در واقع داره. حالا بنابراین تو این فصل در واقع میاد انتگرال رو نسبت به هر یک اندازه تصادفی پوآسون خونسا شده به این شکل تعریف میکنه. اول برای توابع ساده که معلومه چجوری باید تعریف بشه، بعد یه ایزومتری ایتو براش ثابت میکنه که در واقع میگه امید توان دو این انتگراله میشه نرم L2H به توان دو. حالا نرم L2 هم وقتی میگیم این نرم L2 نسبت به مجر M کوچیک. و حالا وقتی همچیزی بگیم، چون دیگه اون فضای توابع سیمپلتون چگال میشه در توابع L2، اون وقت هر توابع L2 رو میتونید با دنباله ای از توابع سیمپل تقریب بزنید و در نتیجه انتگرالش هم به صورت حد اونا به دست میاد. نکته مهم اینه که این ایزومتری ایتو اکستند میشه به همه توابعی که انتگرال براشون تعریف میشه و حتی تبدیل به یه جور رابطه ضرب داخلی میشه. در واقع همچین رابطه ضرب داخلی بین امحت H و امحت G با ضرب داخلی H و G پیدا میشه در این فضا. و نکته مهم اینه که بله، حالا این امحت H یعنی این نمادی است که برای همون انتگرال H نسبت به امحت به کار میبره. این امحت H یه جورایی قراره در ادامه کار ما نقش همون BH رو ایفا کنه که حرکت براونی در واقع تو قسمت حرکت براونی داشتیم. اینجا تبدیل میشه به MHH. این MHH خودش در واقع یک فرمول لوی-خینچین داره، یعنی تابع مشخصش در واقع هم این که تعریف تابع مشخصش، این تعریف لوگاریتم وقتی میگیریم میشه نمای مشخصه. نمای مشخصه اون ام هت اچ در واقع همچین انتگرالی میشه. این کاملا که یعنی خیلی شبیه اون ترم آخر توی فرمول لوی-خینچین هست.
این قسمتش تقریبا معلومه از کجا میاد، این به خاطر فرآیند پوآسون مرکبمونه. این قسمتش به خاطر چی میاد؟ این قسمتش به خاطر اون عدد ثابتیه که به عنوان کامپنسیتور کم کردیم. وقتی شما یه عدد ثابت کم میکنید همیشه به شکل IU توی تابع مشخص ظاهر میشه. بنابراین هم از تابع مشخصه MHH و بله اینجا این مثال زده که از نظر نوتیشن خیلی فهمیدن این مثال مهم هست. میگه فرض کن یه فرآیند لویل در نظر بگیریم و N رو بگیرید فرآیند جهش های اندازه تصادفی متناظر با جهش های فرآیند لویتون، همون چیزی که قبلا داشتیم. فرآیند لویتون هم دریفت داره، هم قسمت براونی و هم یه قسمت پوآسونی که طبیعتاً شرط لازم برای اون اندازه لوی اینه که همچین اتفاقی در واقع بیفته. حالا میگه چون انتگرال زد و نوع دی زد متناهیه، ما چون برای زدهای کمتر از یک زد از زد دو بزرگتره، پس میتونیم انتگرال زد ان هت دی اس و دی زد رو تعریف بکنیم. این موجود چیه؟ این موجود در واقع اگر این هت نبود، یعنی انتگرال زد ان دی اس و دی زد، این اینجا رو من توضیح بدم خیلی به فهم اندازه تصادفی پوآسون کمک کنه. ببین یه همچین عبارتی، بیاییم به جای n hat n رو در نظر بگیریم، انتگرال z n ds و dz که انتگرالمون روی مثلا همه z ها باشه و روی s های از 0 تا t. این یعنی چی؟ گفتیم n ds و dz یک اندازه شمارشیه، این هم اون hمونه، الان hمون در واقع تابع همانیه، پس این تبدیل به سیگما میشه. اون چه سیگمایی؟ اندازه شمارشی ما زمان و مقدار جهش ها رو میشمرد. اینجا مقدار زد ضرب شده توی این اندازه شمارشی و انتگرال گرفته شده. این مثل اینه که ما مجموع جهش ها رو حساب بکنیم، یعنی مجموع جهش های در زمان های اس برای اس کمتر مساوی تی. درسته؟ خب این بنابراین این در واقع مجموع، در واقع قسمت جهش خالص فرایند در واقع لوی ماست. این قسمت که شما روی همه زدها، در واقع همه جهش ها رو با هم جمع زدید. حالا فرض کن شما میخواستین جهش های با یک شرط خاصی رو جمع بزنید، مثلا جهش هایی که طولشون بیشتر از یکه. خب کافی بود این انتگرال رو حساب بکنید که البته چیزی نیست جز سیگما دلتا الاس، هایی که قدر مطلق دلتا الاس بیشتر از یکه، اس هم کمتر مساوی تیه. و من این عبارت شد مجموع جهش های بزرگتر از یک، در واقع با طول بزرگتر از یک بهتر بگیم، مجموع جهش های به طول بزرگتر از یک تا زمان تی. یادآوری میکنیم جهش های بزرگتر از هر عددی همیشه تعدادشون متناهیه، بنابراین این موجود همیشه یک فرآیند پوآسون مرکبه. حالا جهش های کوچیکتر از یک چی؟ اگه من قدر مطلق زد کمتر مساوی یک اینجا بذارم یه مشکلی پیش میاد. روی این مجموعه تعداد جهش ها بی نهایته، بنابراین سیگمای شما یه سیگمای بی نهایته و این ممکنه واگرا باشه. یعنی میشه مثال هایی زد که اصلا این واگرا هست. به همین دلیله که پای انحت میاد وسط، یعنی ما قسمت مربوط به جهش های کوچیک‌تر مساوی یک رو برای مسئله همگرایی مجبوریم از در واقع انحت، یعنی اندازه تصادفی پوآسون خونسا شده متناظر با n در واقع باید استفاده بکنیم. که دیگه این مساوی نیست با این سیگما و نمیشم به شکل سیگما نوشتش، چون n هت اصولا n هت ds و dz
یه دونه n ds و dz منها اینتنسیتی این عرض تصادفی پوآسون که قبلا دیدیم میشه ds نوع dz. خب این قسمتش یه اندازه شمارشیه، ولی این قسمت دیگه یه اندازه معمولیه و انتگرال نسبت بهش به شکل سیگما نیست، بنابراین اصولا این همچین نمایش سیگمایی نداره. اما به هر حال فرقش در صورتی که انتگرال بالای همگرامی بود اینو میتونستیم بنویسیم، همون انتگرال بالایی زد ان دی اس و دی زد به علاوه ببخشید منهای انتگرال زد دی اس دی زد، که البته انتگرال دی اسش چون از صرف تا تی هست یه تی میده به ما، میشه تی انتگرال زد، اینم نوع دی زد هست در واقع. بله بنابراین اینجا تازه ما فلسفه اون فرمول لوی‌خینچینگ که توش اومده بود جهش‌های کمتر از یک و بیشتر از یک رو جدا کرده بود داریم متوجه میشیم، و اینکه چرا تو اون فرمول مشخصه IUHZ برای زدهای کمتر مساوی یک اومده بود ولی برای زدهای بیشتر از یک نیومده بود. دلیلش اینه که این اون نمایشیه که ما برای همه فرآیندهای لوی در واقع داریم و این انتگرالا توش همگرا هستن. این ها برای بیان دیگه ای از همین هست که این انتگرال داره چی رو حساب میکنه، مجموع جهش های بزرگتر از یک، در واقع مجموع جهش ها ضرب در تابع مشخصه بزرگتر از یک، درسته؟ و بنابراین ما در این بخش همون روندی که برای تعریف انتگرال تابع دترمینیستیک نسبت به حرکت براونی وجود داشت رو برای اندازه تصادفی پوآسون گفتیم. دقت کنید که ما هنوز انتگرال تصادفی رو در حالت کلی ترین حالتش تعریف نکردیم، یعنی حالتی که خود تابعی که ازش انتگرال میگیریم یه فرآیند تصادفی باشه که این موضوع قسمت بعدی هست. هسته نباشه.